بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام خدمت حضور یک و یک شما دوستای عزیز و نهایت گرامی. امید که هر جای هستین جور ساعت سلامت باشین و همچنان در پناه و حفظ خداوند منان باشین و هر روز به موفقیت هایتان نزدیکتر شوین. و یک سلام تقدیم میکنم خدمت فولادی جان و بنگک جان. سلام جمشید جان، سلام دوستکو، سلام شیرینکو، سلام قندونکو. خوب هستین؟ جانتون جول است؟ امیدوار هستم که کلگیتون جول صحتمند باشین. من سلام تقدیم میکنم خدمت همگی شما دوستکای عزیزم. بسم الله، بسم الله. خدا کنه خوب باشین. فولادی جان سلام. سلام جمشید جان، چطور هستی؟ خوب هستی؟ حالت خوب است؟ جمشید جان قدلم درد میکنه. جمشید جان درد میکنه دلم. جمشید جان میفهمی امروز من فولادی چی کار کردی؟ چی کار کردیم؟ امروز رفتیم دخلک خود عیدوی ما پایا کردیم. خب؟ آه رفتیم کلگی پیسای خود خویدنی خریدیم. یا گلم خویدنی خریدیم، پوفک خریدیم، ککو خریدیم. چه قسم خورده تا نیستن اوقدر خوردنی را؟ جمسی جان الو گوش میگی قشله باز نیست بشه خوردیم، نیست بشه اوشو انداختیم. باز رفتیم همجور خوردنی پس گرفتیم. فلودی جان جمسی جان ایش برم پیسن امون جا باش بابا قرض بطه خو دلو جمسی جان. آره فلودی جان هم سکنده شده از بس که زیاد خویده. بنظر من سکته دل دردی گرفته. چی گرفته؟ سکته دل دردی. خب اصراف کردن دیگه، اینمی کارا را داره دیگه، اینمی گپا را داره. چی؟ اصراف کردن نکردی؟ دلم درد میکنه. کل پیسای ما خلاص شد. فولادی جان دیگه دخلک ما رو پورا کرد. کی دخلک خودم ای دکت؟ ما عدوی ما من دخلک خودم ای دکت. تو مگه بنگک جان؟ بله تو مگه با انگک جان دخلک تون یکی نیست؟ هشت. خب خیلی دیگه حالو من حالو پورا کردیم دیگه. دخلک شد پورا کردی؟ آه یعنی چی پورا کردی؟ دخلک دیگه چی بود؟ دخلکش پلاستیکی بوده. آره خیلی هست فولودی جان از کل لگی پلاستیکی است. نیست اگه از من کوزه بود. خب خیلی هست دیگه. اما تو مکم یه زمین زد اومد خب پیسه بود کلش مصرف شد وی دلم. یعنی شما مثلا من رو ببینید من خنده هم میکنیم، یعنی من از این کارتان خوشم آمد. آی دیگه زیاد لذت میبره خوردنی ها نمو خورده. آی دلک. خب 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 دوستای عزیز فولادی جان و همچنان بنگک جان، شما دیگه امروز اسراف کردین، زیاده روی کردین. چی کردیم؟ اسراف کردین. نکردیم. اسراف چیست؟ نکردیم. چی میگه جمسی جان؟ میگه خوردنی خوردن اسراف کردیم. خلود جان خود نمیفهمی اسراف چی است؟ نه جمسی جان ما اسراف نکردیم، ما فقط خوردنی خوردیم، زیاد خوردیم، زیاد خوردیم. مفلس شدیم. ایمیال قموفلس هستم جمشید جان. اینقدر به پیسه هستیم. اینقدر هیچ پیسه یک لپم ندادیم جمشید جان. باش جمشید جان ما قرض میده. ما قرض بتون باز شما برین خوردنی بخورین. الابتین باز پس برین دیگه شو بخرین که اینتون مریض شاین. اصراف کنین. بنگک؟ ناقمو ده تا پفک خوردیم. ده تا پفک خوردیم؟ ده دونه پفک رو خوردیم. کمجه دارم خوردیم؟ چه خسیم شما تانستین ده تا پفک بکنیم؟ جمشه جان مسابقه دادیم. خب پفک ما خلاص نمیشه دوستم انداختیم دیگه ایش هم میخریده. اتی یک مسابقه خوبی بود که ایش پرسان نکلید. فولادی جان که جمشه جان هم خبر میکردیم. خب به نظر من اصلا کارتان خوب نبود. کارتان بسیار کارهای زیاده روی کردین، بسیار اسراف کردین. خب من یک نظر دارم براتان. چی؟ یک کلپ را دوستای از ما تهیه کردن. خب او را بریم با هم در کنار دوستای ما ببینیم
و قضاوت مسپارم دست شما. شایستم ببینیم که کدامش خوب است. درست است؟ دوستای عزیز بریم با هم کلیپ ببینیم و دوباره که آمدیم ببینیم که نظر فولاد جان تغییر میکنه یا نه. Thank you.
از امام صادق علیه السلام نقل شده است: اسراف و زیاده روی باعث فقر و تنگدستی می گردد و میانه روی موجب ثروت و بی‌نیازی می شود. خوش آمدین دوستان عزیز و نهایت گرامی به برنامه خودتان و ما رفتیم در کنار هم کلیپی بسیار بسیار آموزنده که دوستان عزیز ما تهیه کرده بودن و ما هم دیدیم، شما هم دیدین و حالا هم وقتش رسیده که فولاد جان قضاوت کنه. قضاوت؟ بله. خود جان چه جون و دوستک ما که در یک ورق کاردستی جور کرد بسیار کار خوبی کردن. نظر من اینمیست جمشید جان و بسیار کار خوبی کرد، در یک ورق کاردستی خود جور کرد و دیگه آمد دندانهای خود برس زد، پس او بسته کرد و دیگه اشتا قصه گرمانده بود. چرا این کار کرد؟ او خود رفت همون دویره. بسیار کار خوبی کردن، آفرین برشان. من از اینجا برشان چک چک میکنم، آفرین دوستک عزیزم، همیشه این همه تو باشن. در یک ورق کاردستی جور کنن، اسراف نکنین خو؟ ورق ها رو نو بستم نکنن، در یک ورق نوشته کنوی دلم بایده. آه دوستک عزیزم، این خب نظر خودت چی هست بنگک جان؟ آه و دیگه دوستک ما گیرد کتابچی خودش یاد مشتب کرد جمسی جان، این کاری دستان خوب نبود. نه نبود، استاد ما گفته کار خوبی نیسته. او اگه هر روزی تی کتابچه مصرف کنه خود دیگه قیدی کتابچه هر روز خلاب میشه. مجبور هر روز با خود کتابچه بخره. بنگک جان تو وقتی مکتب رفتی کارا نکو خو، مرا استادم یاد داده. اوی دلک. بله کار شما هم عیناً مثل امو اسراف کردن در آب است و اسراف کردن نکردم جمشید جان. ما خو او مصرف نکردم، ما خو کتابچه رو مصرف پیسه خودم آورده خودم بود. باور کن دروغ نمیگم، او پیسه آقایی بود که پدر جان برام میداد. دست فولادی جان، بنگک جان، اگه خو مره اجازه بتین، اسراف کردن فقط در آب و در کتابچه و در قلم اینا نمیشه. هر چیزی که در اختیار ما باشه و ما در استفاده کردن از او زیاده روی کنیم با او اسراف میگه، حالا فرق نمیکنه. خیلی تو کار ما اسرافه جمشید جان. مثلا چی؟ چی ما نامه تگپه؟ اصلا شما میفهمین اسراف یعنی چی؟ کم تو فهمیدم از نمایشی که دوستکای ما بازی کرد، کم متوجه شدم که یعنی اینو در ذهن خود درک کردم این کاره. بسیار خوب نمایش بازی کرده بودن دوستکای ما. نمیره من یک کمی فهمیدم اسراف کردن چی مانا میده یا چی مانا نمیده. اما کار ما اسراف نه جمشید جان، ما او مصرف نکردیم. آه جمشید جان، ما او مصرف نکردیم، او ایلا نماندیم دیگه. پیسهش خود ما بود دیگه، خود ما پیسه خود جمع کردیم، جمع کردیم، یک دفعه ای رفتیم خلاص کردیم پیسه خود. به پیسه شدیم هم نمیده، تجیبم یک رو پام نیست. خب حرفایتون تمام شد. بله خیلی مرا اجازه بدیم که براتون بگم که اسراف کردن یعنی چی. خب قسمه که بگم. شما هم میفهمین، دوستای عزیز ما هم میفهمن. ما در هر چیزی را که میخواییم دربارش بفهمیم اول یک تعریف میداشته باشه. تعریفش کجام سه جان؟ بله و اسراف کردنم یک تعریف داره که عبارت میگیره از ای که ما مال یا چیزی که در اختیار ما هست استفاده از او بیش از حد شوه، استفاده از اون نادرست شوه و از حد میانش پیش بره، به اون میگن اسراف. بله و اگر ما بخوایم کلمه اسراف را معنی لغوی یا لغتیش را بفهمیم، معنی میگیره به معنای گزافکاری کردن، یعنی کاری که بیش از اندازه ما از او کار انجام بتیم. بیش از اندازه؟ بله. در گذشتن از حد میانه هر چیزه. خب تلف کردن مال، ول خرچی و یا ایلو خرچی کردن پول یا مثلا کتابچه یا مثلا قلم، به این چیزا میگن اسراف. یعنی هر چیزا ما باید اندازه مصرف کنیم. بله یعنی زیاد ازش مصرف نکنیم جمسی جان. خیر نه دیگه. خب مثلا همین کار شما شما رفتین مثلا امو پیسای پسندازه که داشتین رفتین اونا را تمامش مصرف کردین. خب مثلا اگر یک چیز خوب میخریدین، خب یک لباس مکتب میخریدین، یک کتاب میخریدین، یک کتابچه میخریدین، یک قلم میخریدین، اون را در صورت که
شما مثلا به اون چیز نیاز داشته باشین، مثلا کتابچه شما پر شده باشه و بعد برین یک کتابچه بخرین و از او استفاده کنین. چند شد رقم... چند کتابچه یکم خلاص شده از امون خاطر پیسه برم نه اگر نمی خریدم. خب از امی خاطر میگم نه. و اگر ما مثلا کتابچه هم داشته باشیم، قلم هم داشته باشیم، باز بریم کتابچه بخریم و در یه گپ هم اسراف میشه. فهمیدم. یعنی میگی ما اگه یک کتابچه داشته باشیم نی بله. و هیچ نوشته نکده باشیم باز بریم یک دگه بخریم او اسراف میشه. بله 100%. و اسراف کردن بسیار ضررهای هم داره. ضرر هم داره؟ بله. یعنی همی دلدردی به ضررش هست نی؟ بله 100%. و بجز از دلدردی یا مثلا مریضی که ما مثلا امو صحتمند هستیم و با خوردن بیش از حد یک چیز ما مریض میشیم، این یک خودش یک ضرر است. پس ضررهای دیگه اش هم در پهلوی خود داره که انشالله بعد از میان برنامه در آیتم بعدی بر شما و بر دوستای عزیزم میگم. حتما بگوی چم سه جوسیز. خب دوستای عزیز و نازنین، یک میان برنامه آماده نشر است و در آیتم بعدی با ما باشین. خوش آمدین دوستان عزیز و نازنین به برنامه خودتان و ما برتان قول داده بودم که بعد از دیدن میان برنامه ما ضررهای اسراف هم میگم که انشالله شما هم ما را همراه باشین و با خبر شوین. ما خود میفهمم شما دوستای بسیار لایق هستین و حتما میفهمین، ولی ما هم میگم که به معلوماتتان اضافه شود. شما همراه باشین تا آخرین لحظات برنامه. با ما باشین دوستکای خوبم. تا جمشید جان درباره ضررهاش به ما بگه. بگو دیگه. جمشید جان. بگو نام تجیر هستم. بله حتما من میگم. پس شما هم خوب گوش کنین مثل دوست عزیز ما. بله. اولین ضرری که داره ضرر جسمی داره. جسمی؟ اضافه کردن. بله. چرا کم؟ دکتران همیشه گفتن که زیاده روی در خوردن یعنی گذشتن از حد میانه در خوردن باعث میشه که صحتمندی خود ما از دست بتیم. باعث میگی جمشید جان؟ باعث مثلا اضافه وزن میشه که اضافه وزنم به نظر من خودش یک نوع بیماری است دیگه. و باعث میشه که وزن ما بالا بره، باعث میشه که ما مثلا دلدرد شویم، باعث بسیار امراض دیگه میشه. و اولین ضررش ضرر جسمی است. جسمی. ما وقتی که اسراف کنیم باعث میشه که ما صحتمندی خود از دست بتیم. نه ما صحتمندی ما دوست دارم. جمشید جان من دوست دارم. من نمیخوام هیچ وقت مریضم جمشید جان. من میترسم. خب ما هم به شما حق میتونم چون نمیفهمیدین، ولی از این به بعد که فهمیدین خب ما یک اصطلاح هم داریم که میگه ماهی را هر وقت او بگیری تازه است. یعنی ماهی را هر وقت او بگیری تازه است جمشید جان. بله یعنی ما هر وقت متوجه اشتباهات خود شویم و از او پیشگیری کنیم امو زمان یعنی زود است، یعنی وقت است. درست است؟ دیر نمیشه. بله دیر نمیشه. خود کن؟ خب دومین ضررش ای است دوستای عزیز و نازنین که باعث خشم خداوند میشه. و خداوند متعالم گفته که اسرافکاران را دوست نداریم. یعنی و در بعض احادیث دیگه که مثلا امام صادق علیه السلام درباره اسراف یک حدیث گفته که گفته اسراف مورد غضب خداوند است. یعنی وقتی امامان ما احادیث میگن در رابطه با اسراف کردن، یعنی برای ما مشخص میشه که اسراف کردن اصلا کار خوبی نیست. پس ما باید از این عمل جلوگیری کنیم. و همچنان سومین ضررش باعث کاهش برکت میشه، یعنی کم شدن برکت میشه. یعنی ما هر چقدر در اسراف کردن ما مثلا ادامه بتیم به این عمل باعث میشه که برکت در ما کم شوه یا کاهش پیدا کنه. بله و این ضرر سومش بود. خب جمشید جان
بله و دیگه در یک حد در یک روایت هم که شده که خداوند متعال فرموده همانا اسراف همراه با کاهش برکت است، یعنی حتما کسی که اسراف میکنه برکت از او کم میشه. نکته بعدی یا ضرر بعدی باعث فقر میشه. مهمترین ضررش هم امی است که باعث فقر میشه، یعنی ما وقتی که در پول خود یک مدیریت نداشته باشیم، اسراف کنیم، دائما اسراف کنیم، از حد میانش زیاده روی کنیم، پس این باعث میشه که ما پولای خود از دست بتیم و یا خدای نخواسته فقیر شویم. بله چمشه چون بی پیسه شویم. بله. و همچنان حضرت علی علیه السلام میفرمایه اسراف موجب هلاکت است و میانه روی مایه زیاد شدن ثروت. یعنی ما از این چی نتیجه میگیریم؟ وقتی که ما اسراف کنیم هلاکت، یعنی امو فقر میشه. یعنی اگر ما اسراف کنیم باعث میشه که ما مثلا فقیر شویم، کسی که اسراف میکنه و کسی که میانه روی میکنه، نه ای که مثلا اونقدر کم مصرف کنه که خودش مثلا طرف شوه و نه اونقدر که زیاد مصرف کنه که باعث فقر شوه. پس خوب است که ما میانه رو باشیم در همه کارا، اسراف نکنیم تا از این ضرر را ما بتونیم جلوگیری کنیم. بله. و همچنان اسراف ضررهای اجتماعی هم داره. اجتماعی؟ بله. چه قسمی؟ خب من این حالا براتون میگم. اولین ضرر اجتماعیش باعث میشه که اخلاق اجتماعی ما از بین بره. یعنی اخلاق چی؟ اخلاق اجتماعی ما؟ بله. هر کسی که اسراف میکنه. خب هر کسی که اسراف میکنه. بله. خب چه قسم از بین میره؟ مثلا کسی که اسراف میکنه در پول، بلخرچی میکنه، ایلو خرچی میکنه. خب من عامیانه میگم ایلو خرچی میکنه. این باعث میشه که خب وقتی که کسی که بلخرچ باشه، ایلو خرچ باشه، او فقط به فکر خود است. خب و این باعث میشه که مغرور شه، به یک فرد مغرور تبدیل شود. مغرور. بله. و فرد مغرورم که هیچ کس دوست هیچ نداره. کس دوست نداره. پس اولین ضرر اجتماعیش ای است که ما اخلاق اجتماعی ما از بین میره. راست میگی چمشون، این قسمی هم با دوستای خودم از دست میتیم. بله حتما دوستای ما از دست میتیم. بشار بدی بشار. خب دومین ضررش ای است که اختلافات طبقاتی با وجود می آید. چرا قام ما هم در جامعه خود دو طبقه داریم که یکی فقیر است و یکی ثروتمند که حتما بر شما دوست عزیز و نازنین در آیتم بعدی میگیم، ولی حالا یک میان برنامه آماده نشر است و در آیتم بعدی با ما باشین. با ما باشین. خوش آمدید دوستای نازنین به برنامه خودتان و ما تا قسمت را گفتیم که ضررهای اجتماعی داشت. داره. بله. و ما هم گفتیم که اسراف کردن باعث اختلافات طبقاتی میشه. بله. ما گفتیم که در جامعه ما دو طبقه زندگی میکنن که یکی طبقه فقیر است و یکی طبقه ثروتمند. خب کسایی که مثلا در پول خود اسراف میکنن باعث میشه که نادیده بگیرن کسایی که مثلا فقیر هستن. و مثلا من میخوایم یک مثال بگم در این باره. مثال بگم. در صنف ما مثلا یک نفر است خیلی اسراف میکنه، با وجودی که یک قلم داره، دو قلم داره، سه قلم داره، میره دوباره قلم دیگه میخره و میبینه که این قلمش مثلا دلش میزنه یا رنگش اصلا خلاص نمیشه، این رو اوسو مندازه و یک قلم جدید میگیره. و در یک سون دیگه یک صنفی ما مثلا است که فقیر است و او فقط یک قلم داره و او قلمش هم در حال خلاص شدن است. خب اگر او قلمش هم خلاص شود دیگه قلم نداره که نوشته کنه. بله راست میگی. پس ما هم میانه رو باشیم، اول که او قدر قلمای زیاد نخریم. خب میبینیم که ما قلم داریم و
قلم خود برای یک دوست خود بتیم که مثلا نیاز داره. بله راست میگی جمشید جان، و دوست خود کمک کنیم جمشید جان. ما بنگر جان هم اینم اینجا برات قول میتیم دیگه هیچ وقت اسراف نمیکنم، یک دخلت جدید میخرم کل پیسه خود جمع میکنم، هیچ وقت هیچ وقت اسراف نمیکنم. آفرین جمشید جان، دیگه ما هیچ وقت اسراف نمیکنم، هیچ وقت ولخرجیم نمیکنیم جمشید جان. آفرین آفرین به شما. خب یک نکته دیگه هم مونده که بسیار مهم است. اصراف کردن باعث کم شدن دوستای ما و یا هم از دست دادن دوستای ما میشه. خطرناکشیش. بله. خب مثلا یک نفر که اصراف میکنه، بلخرچی میکنه، خب او حتما یک فرد مغرور میشه و همونطور است که دوستایش ازش دور میشه و هیچ کس فرد مغرور دوست خوش نداره. دوست نداره. و ما هم رسیدیم به پایان برنامه خود. بله. و شما دوستای عزیز و نازنینم، من امید دارم که از صحبت های امروز ما چیزی یاد گرفته باشیم. و همچنان شما فولادی جانو ما فهمیدم دیگه دل جم جم شد جان. بله. قول میتون دیگه هیچ وقت اشتباه نکنم. آفرین آفرین فولادی جان و همچنان بنگک جان. آه جم شد جان ما فهمیدم. خب بسیار زیاد من خوشحال هستم که شما فهمیدین. پس ما هم امینجا هر ستا ما از حضور دوستای عزیز ما خدافیزی میکنیم و تا برنامه های بعدی دوستای عزیز شما رو به خداوند یکتا و بی‌نیاز میسپاریم. خدا حافظ شما. خدا نگهدار. کودک و نوجوان.